فصل 45. بالاخره جمعه رسید، همراه یک دنیا دلشوره که داشت منو از پا در می آورد. هرچی به خونه مرتضی نزدیک می شدیم، رعشه غریب از استراب و دلهوره تنم رو می لرزوند. گوشام انگار اصلا حرفهای امیر و ثریا و مادر رو نمی شنید و چشمام سحر رو که همیشه با دیدنش بیتاب می شدم نمی دید. هر لحظه دلم میخواست در ماشین رو باز کنم و فرار کنم. از یه طرف دلم میخواست برم و ببینمش، از طرف دیگه میدیدم قدرت ندارم جلوی جمع باهاش روبرو بشم. میخواستم هر جوری هست ظاهرم رو حفظ کنم و میترسیدم نتونم. 8 سال بود سعی کرده بودم کسی نفهمه از درون چقدر شکسته و خورد شدم. نذاشته بودم کسی غرور مچاله شده و پرپر زدن دل بدبختم و ببینه و حالا میفهمیدم که بیشترین موفقیتم برای این بوده که با محمد روبرو نشده بودم. وقتی امیر زنگ در رو فشار داد، رعشه تنم چند برابر شد و بدنم یخ زد. خدایا کمکم کن. در باز شد. فرزانه و مرتضی با روی باز پشت در بودن. یه لحظه نفسم بالا اومد. خدا رو شکر پس اون نیومده. ولی همین که خواستم نفس راحتی بکشم، صداش توی هیاهو سلام علیک دیگران توی گوشم پیچید. از بین مرتضی و امیر که بر سر سبد گل بزرگی که دست امیر بود شوخی می کردن گذشت و گفت سلام مادر جون. دوباره نفهمیدم چه مرگم شد. مادر اما شوقش رو نشون داد و در کمال تعجب دست گردن محمد انداخت و بی‌گرمی همدیگر رو بوسیدن. مادر درست مثل اینکه یکی از پسرهاش رو بعد از سالها دیده باشه ذوق میکرد و محمدم ذوق زده بود. مادر در حالی که میخندید گفت چرا نگاه میکنین؟ پسرمه، بعد از اون به من محرمه، بوی امیر خودم رو میده. محمد خندان دوباره خم شد و صورت مادرم رو بوسید و همون موقع بود که از فراز شونه مادر یک آن نگاهش به من افتاد. نگاهی سرد و سخت که تا عمق وجودم رو سوزاند. زود نگاهم رو دزدیدم و به خودم نهیب زدم. بدبخت خودتو جمع کن، محکم باش، نگاهش رو ندیدی؟ سرم رو بالا گرفتم و سعی کردم دیگه نگاهم بهش نیفته. با فرزانه دست دادم و روبوسی کردم و به تلافی بار قبل هرچه میتونستم مهربون و صمیمی برخورد کردم. حالا دیگه خیالم راحت بود که همسر محمد نیست. سعی میکردم رفتارم طبیعی باشه و خدا میدونه که چقدر سخت بود طبیعی رفتار کردن و ندیده گرفتن اون که همه وجودم به سمتش پرواز میکرد. اما به خودم تشر زدم. گفتم بیچاره نگاهشو ندیدی؟ در مقابل اون چه من از محمد و نگاهاش به خاطر داشتم، اون نگاه مثل اعلام جنگ بود. با بدبختی تلاش کردم حواسمو جمع کنم و همون موقع بود که تازه متوجه مرتضی شدم و بی اختیار گرم و صمیمی و غرق حیرت سلام کردم. با تعجب مرتضی خیره مونده بودم و از دیدن قیافش که زمین تا آسمون با گذشته فرق کرده بود، با موهایی که کمی ریخته بود به نظر جا افتاده تر از محمد می اومد. جا خورده بهش گفتم چقدر عوض شدین. مرتضی خندان جواب داد اما شما اصلا فرقی نکردین. ناخودآگاه از این حرف چقدر خوشحال شدم. همراه مرتضی و فرزانه به جایی کنار مادر راهنمایی شدم، در حالی که محمد هم روی مبل کنار مادر بین امیر و مادر نشسته بود. ثریا هم کنار من نشست و فرزانه و مرتضی روبروی ما. امیر و مرتضی با سر و صدا شوخی می کردن و ثریا و فرزانه احوال پرسی و تعارف. محمدم با مادر گرم صحبت بود و این میون فقط من بودم که سرم رو به سحر گرم کرده بودم تا بتونم جلوی خودم رو بگیرم و بی اعتنا باشم. انگار چیزی مثل آهن ربایی قوی منو به سمت محمد می کشید
و از اینکه حس می کردم اون آرام و بی تفاوت غرق صحبت با مادره و اصلا منو نمی بینه و وجودم هم حس نمی کنه عذاب می کشیدم. نمی دونم، شاید توقع من زیاد بود و به اشتباه در انتظار همون نگاه و رفتارهای گذشته بودم و شاید به خاطر آتش و کشش شدیدی که خودم نسبت بهش داشتم رفتار عادی اون به نظرم بی‌اعتنایی می اومد. احمقانه بود ولی حقیقت داشت. اون رو عاشق و بیقرار می خواستم. حالا می فهمیدم که اشتباه می کردم که شب و روز دعا می کردم خدایا فقط ببینمش، چون حالا می دیدم. دیدنش بدون داشتنش برام چقدر کشنده است. قوقایی که توی وجود من بود با رفتار عادی و آروم اون چقدر مغایر بود، چقدر عذابم می داد. احساس می کردم با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی می خواد منو کوچیک کنه و بیشتر از اینکه اون روز جلوی مرتضی اینها حالم به هم خورده و گریه کرده بودم در رنج بودم. فکر می کردم مشتم پیش همه باز شده. نمی دونم، شایدم بی‌اعتنا نبود، رفتارش معمولی بود و من انتظار بی جایی داشتم. به هر حال هرچی بود لحظه به لحظه اعصابم کوفته تر می شد. همین موقع بود که چشمم به چشمای فرزانه افتاد و به نظرم اومد با کنجکاوی نگاه هم می کنه، که شاید هم باز اشتباه از من بود که مثل گربه دوزده فکر می کردم توجه همه به ما و رفتارهای ماست. برای اینکه سرم به چیزی گرم باشه از فرزانه خواستم که اگر عکسی از زری داره برام بیاره. وقتی عکس‌ها رو آورد ماتم برده بود. اصلا باور نمی کردم. زری در حالی که هیکلی تقریبا دو برابر گذشته ها پیدا کرده بود، قیافه ای زنونه داشت و با دو پسری که در بغل گرفته بود با اون زری که توی ذهن من بود زمین تا آسمون فرق داشت. دو تا پسرهاش سالار و سهند مثل سیبی بودن که از وسط با شوهرش نصف کرده باشن. خود مسعود هم تقریبا بیشتر موهاش ریخته بود و دیگه کاملا شبیه دکترها شده بود. چند تا عکس هم با محمد داشت که معلوم بود توی این چند سال محمد دو سه بار رفته انگلیس. از عکسای زری جالبتر عکسای فاطمه خانم بود که با یک پسر و دو دختر دو قلو کنار قیافه های بسیار شاد محترم خانم و حاج آقا انداخته بودن. پرسیدم بچه های فاطمه خانم الان چند ساله هن؟ فرزانه گفت دو قلوها، هورا و هیوا 6 سالشونه و هومن 3 سالشه. گفتم هنوز اصفهان زندگی میکنن؟ فرزانه جواب داد نه، الان 4 ساله که رفتن بحرین. هومن همونجا به دنیا اومده. بقیه عکسای عروسی خود فرزانه و مرتضی بود که مربوط به 3 سال پیش بود. ولی محمد توی هیچ کدوم از عکس‌ها نبود. فهمیدم اون موقع ایران نبوده. پس کی اومده؟ یعنی بعد از این چند سال بار اولی که اومده؟ اصلا تازه برگشته؟ کاش یکی دربارش حرف میزد یا ازش سوال میکرد. از فرزانه پرسیدم چطوری زری تا حالا نیومده ایران؟ مرتضی به جای فرزانه توضیح داد 2 سال اول که داشت زبان میخوند و اقامتش درست نشده بود. بعدم که حامله شد و قرار شد وقتی بچه بزرگتر شد بیاد. اما تا سالار خواستی خورده بزرگتر بشه دوباره زری خانم حامله شد و مامان رفت اونجا. امسالم که قرار بود به خاطر قلب آقا جون بیاد بازم قرار شد مادرینو برن و خلاصه فکر کنم دیگه همون بمونه، یک دفعه درس شوهرش که تموم بشه با هم دیگه بیان. و در حالی که با خنده به محمد اشاره میکرد گفت خانواده ما اینجوری هن دیگه، رفتنشون با خودشونه، برگشتنشون با خدا. مادر حال مهدی رو پرسید. مرتضی گفت ای بابا، اونا وقتی که ایرانم بودن کسی خبر از حالشون نداشت. مادر با تعجب گفت مگه حالا کجان؟ مرتضی گفت 6-7 سال رفتن کانادا پیش فامیلای زنش. مادر آهی از ته دل کشید و سری تکون داد و گفت بیچاره محترم خانم، چقدر توی این سالها اتفاقهای جور و جور افتاده بود.
صحبت به پدرم و خانم جون کشید و اظهار تأسف مرتضی که دنبالش باز محمد با مادر هم صحبت شد و بعد توی چند لحظه‌ای که سکوت شد محمد با خنده و خوشرویی از ثریا پرسید خب حالا تو بگو چی شد با جماعت پسرحاجی آشتی کردی؟ هنوز شنیدن صداش برام مثل آهنگی زیبا دوست داشتنی و دلنشین بود. فکر کردم تون صداش عوض که نشده هیچ گرمتر و گیراتر از گذشته ها منو مجذوب میکنه. ثریا با خنده گفت آشتی نکردم، یه خوبشون رو سوا کردم، همین. امیر قهقه زنان گفت همش حرف بود برای رنگ کردن من، تو چرا انقدر ساده ای؟ میخواست منو گول بزنه که زد. امیر و محمد میگفتن و ثریا جواب میداد و همه میخندیدن. این میون هر بار فرزانه یا مرتضی با من حرف میزدن محمد روش به سمت مادر یا امیر بود و من که فکر میکردم مخصوصا این رفتار رو میکنه داشتم دق میکردم. راحت حرف میزد، شوخی میکرد، گهگاه در پذیرایی به مرتضی و فرزانه کمک میکرد ولی انگار اصلا منو نمیدید. درست مثل این که من اصلا اونجا نبودم و این وجودم رو از تحقیر و توهین و زجر پر میکرد. اعترافش سخت بود ولی حقیقت داشت. در برابر اون دوباره همون مهناز 8 سال پیش شده بودم، محتاج نوازش و مهر و نگاه های حمایتگر اون، محتاج تکیه کردن به سینه فراخش و حس کردن گرمای آرام بخش دستاش. در مقابل آتشی که وجود منو می سوزوند رفتار اون آب یخی بود که اعصابم رو مختل می کرد و از خودم و وضعی که داشتم بیزار. ذره ذره تحملم تموم می شد و از اینکه اومده بودم بی نهایت پشیمون بودم. غمی سنگین به دلم چنگ می زد و احساس تلخی از حقارت و کوچیک شدن به من دست داد. بی اختیار اخمام لحظه به لحظه بیشتر در هم فرو می رفت. صدای خنده های اونها با وجود معذب و قیافه در هم من که هیچ جوری نمی تونستم معمولی و بی‌اعتنا نشونش بدم ناهماهنگی عجیبی داشت. مدام به خودم برای اینکه اومده بودم بد و بیراه می گفتم خوب شد؟ خیالت راحت شد؟ دیدی چطوری انگار تو یک دیواری ندیدت گرفت؟ خوب خودتو سنگ رو یخ کردی؟ بیچاره تو مثل یک وصله ناهمرنگ دیگه هیچ وقت توی این جمع رفو نمیشی. اومدی اینجا که چی؟ که ازش توجه و اعتنا گدایی کنی؟ غرق این افکار عذاب‌آور بودم که یه دفعه مرتضی گفت راستی مهناز خانم تبریک، شنیدم مهد کودک باز کردین. فرزانه ادامه داد و گفت وای واقعا کار خوبیه، هم شغل خوبیه هم محیط خوبی داره، نه؟ شاید مرتضی هم با دیدن قیافه در هم من خواسته بود من از اون حالت در بیاره و خبر نداشت و از اینجوری خرابتر میشه، چون یه دفعه همه ساکت شدن و حواس ها متوجه ما شد. تمام نیروم رو به کار می بردم که صدام نلرزه و سنجیده و آروم و درست جواب بدم. سرم رو تکون دادم و گفتم خب اگه بچه ها رو دوست داشته باشم بله کار خوبیه، منتها کار من اونجا بیشتر کارهای دفتریه، مریم بیشتر از من با بچه ها سر و کار داره. محمد به جای من از مادر پرسید همون مریم مهدوی مادر جون؟ وای خدا، انگار خونه رو تو سرم کوبیدن. جلوی چشمای همه چرا از مادر پرسید؟ چرا از من نمی پرسید؟ میدونه که حواس همه به ماه، میخواد همه بفهمن اونه که دلش نمیخواد با من هم کلام بشه. از هرس و قصه و لجبازی داشتم خفه میشدم. با خودم گفتم شاید پشیمون شده که 8 سال پیشم نذاشته دیگران بفهمن اون بوده که منو نخواسته و حالا الان میخواد تلافی کنه. زجری که به خودم داد و پیش خودم در تنهایی کشیدم کم بوده که حالا میخواد تمام و کمال خوردم کنه. هرس همراه هجوم فکرهای مختلف داشت اعصابم رو از کنترل خارج میگرد.
بعد از این همه سال زجر، این همه سال انتظار تلخ، حالا حقم این بود؟ بدبخت، خوب شد؟ دوباره خوب لگد مالت کرد؟ خیالت راحت شد؟ برای چی اومدی؟ اینجا چه کار داری؟ این همه زجر رو برای چی میکشی؟ خودم نفهمیدم چی شد. وقتی به خودم اومدم که سر پا ایستاده بودم و میگفتم با اجازه فرزان جون آقا مرتضی، من چند تا کار عقب افتاده دارم، باید برم. یه دفعه سکوت شد. فرزانه و مرتضی با تحیر گفتن چی؟ الان نهار نخورده؟ مادر و امیر هم با ناراحتی گفتن کجا؟ در جواب مرتضی و زنش گفتم به خدا مامان میدونن، صبح مگه به شما قول نداده بودم نمی اومدم، وظیفم بود بیام ببینمتون که موفق شدم. بعد با نگاهی که به مادر و امیر کردم به اونا فهموندم که دوباره اون روی سگیم بالا اومده تا دیگه اصرار نکنن. امیر با ناراحتی گفت خیلی خوب، صبر کن میرسونمت. گفتم نه امیر جان، خودم میتونم برم. گفت نه صبر کن، سر ظهره. گفتم اگه روزای دیگه کسی منو میرسونه سر کار، خودم میرم. بعد رو به همه خداحافظی دست جمعی کردم و برگشتم برم که ناگهان شنیدم امیر تو باش من میرم. غیر ممکن بود، محمد بود. نفسم بند اومد، حتی جرأت نکردم رومو برگردونم. سکوت ناگهانی همه وضع و وخیم تر کرد. محمد به مادر گفت مادر جون با اجازه من مهناز خانمو میرسونم، میرم خونه، قراره یه کتاب برای امیر بیارم، برمیدارم و میام. طفلک مادرم نمیدونست چی بگه و امیر بدتر از مامان. من در حالی که سعی میکردم سحر رو که سفت به گردنم چسبیده بود و گریه میکرد به امیر بدم، با حرصی که تلاش میکردم مخفی کنم گفتم خیلی ممنون خودم میرم. محمد خیلی جدی گفت گفتم که کار دارم. لجم گرفت، انگار من آدم نبودم یا در مورد کنیزش حرف میزد. سحر رو به امیر دادم و همونطور که دوباره خداحافظی میکردم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم شما به کارتون برسید، من خودم میرم، خداحافظ.